سلام، صبح همگی به خیر. ادامه میدیم درسمون رو با درس یک از کتاب کف کرم. قبل از اینکه سراغ کتاب کف کرم بریم، گرامر اون درس رو من باهاتون کار میکنم. دفعه پیش تغییرات صدای س در کلمات رو یاد گرفتیم. این دفعه صدای ژ، حرف ژ رو یاد میگیریم. اگر که جلوی حرف ژ یکی از سه حروف صدا داره ا، ای، ایگرگ قرار بگیره، ژ صدای خودش رو نگه میداره، یعنی همچنان صدای ژ میده. ولی اگر که جلوی ژ یکی از سه حروف صدا داره دیگه، یعنی ا، او، ی قرار بگیره، ژ صدای گ میده. مثل چی؟ وقتی که می نویسیم ژیله، ژیله، ژیله به معنی ژاکت. اینجا جلوی ژ ای قرار گرفته، پس ژ صدای خودش رو نگه می‌داره. ژیله گفتیم او با ت صدای ا میده و اینجا ژ جلوی ای قرار گرفته، پس می‌خونیم ژیله. یا ژیمناست، اینجا جلوی ژ ایگرگ قرار گرفته که گفتیم ایگرگ توی کلمات صدای ای میده، ژیمناست، و او آخر کلمات خونده نمیشه، به معنی ورزشکار یا همون ژیمناست. و اما اگر که ببخشید جلوی ژ ا او ی قرار بگیره، ژ ما صدای گ میده گفتیم. اینجا جلوی ژ او قرار گرفته، پس ژ صدای گ میده. دو تا کنسونت پشت سر هم بیان یک بار خونده میشن و او آخر کلمات خونده نمیشه. گام، گام به معنی پاکن. گر، گر، اینجا جلوی ژ ا قرار گرفته و صدای ژ تغییر میکنه به صدای گ. گر، گر، ایستگاه قطار رو بهش میگن گر. و اما اگر که جلوی ژ ان قرار بگیره، که خیلی تو خیلی از کلمات چنین چیز رو میبینید، در این صورت این دوتا با هم دیگه صدای نیه میده، نیه، مثل اونیون، اونیون، منیفیک. اونیون اینطوری نوشته میشه، گفتیم که او با ای صدای او میده، ولی در این کلمه به این صورت خونده میشه اونیون. این رو ندیده میگیرید، اونیون به معنی پیاز. منیفیک، منیفیک، اینجا دقت کنید ژ با ان صدای ن، بیشتر انش خونده میشه تا ن. منیفیک، منیفیک به معنی فوق‌العاده زیبا. ببخشید، حالا اگر که اینو قبلا خوندیم، فقط یه مرور روش میکنیم. گفتیم که اگر که اس ما بین دو تا وایل قرار بگیره، اس صدای ز میده، یعنی اگر که اینجا یکی از حروف های صدادار رو داشته باشید، یکی از اونها رو داشته باشید، یعنی یا ا، یا او، یا ای، یا او، یا او، یا ایگرگ، و اینجا اس بیاد. دوباره از این ورش یکی از این سه، از این شش تا حروف صدادار بیاد، یعنی یا ا بیاد، یا او، یا ای، یا او، یا او، یا ایگرگ، اس ما اینجا
در این میان صدای ز میده. ز. خب پس مثلا مثل کلمه مزون، مزون آ با ای صدای ای میده، او با ان صدای اون میده. اسم ما بین دو تا وایل قرار گرفته، از یه طرف ای از یه طرف او، پس اس صدای ز میده. مزون، مزون به معنی خانه. فراز، فراز اینجا اینم براتون توضیح بدم. زمانی که این مال درس بعدیه ولی اینجا دو چون که نوشته شده براتون میگم، پ با اش اگر که بیاد صدای اف میده. خب مثل چی؟ مثل تلفن. مثل فوتو. خب تلفن که به معنی همون تلفنه، فوتو به معنی عکسه. فوتو اینجا فراز، فراز پ با اش صدای اف میده، ز اسم ما بین دو تا وایل قرار گرفته، از یه طرف ا از یه طرف او، پس اس صدای ز میده. فراز به معنی جمله. بریز، بریز اینجا اسم ما بین ای و او قرار گرفته، صدای ز میده. بریز. باد بهاری رو بهش میگن بریز. ولی اگر که من اینا رو پاک میکنم، اگر که اسما بین دو تا وایل قرار نگیره یا یه وایل یه طرفش باشه و طرف دیگهش کنسان باشه، اس صدای خودش رو نگه میداره. یعنی براتون اینجا بنویسم، اگر از یه طرف شما ا، او، ای، او، او، ایگرک داشته باشید، بعد حرف اس داشته باشید و بعدش کنسان داشته باشید، اس صدای خودش رو نگه میداره، همون اس میمونه. برعکسش هم همینطور، یا یعنی اگر کنسان داشته باشید بعد اس داشته باشید، بعد یکی از 6 تا حروف صدا دار ا، او، ای، او، او و یا ایگرگ، اس ما صدای اس خودش رو نگه میداره. خب این هم از صدای حرف اس. حالا بریم سراغ فعلایی که باید توی این درس بخونیم. یه فعل امه داریم که فعل امه ما باز ما رو گروه اول زمان حالش رو یاد میگیریم. امه به معنی دوست داشتن، دوست داشتن. دوباره مثل همه فعل های گروه اول، مصدر فعل رو حذف می کنیم. از فعل هرچی که باقی موند برای تمامی ضمایر فاعلیمون می نویسیم. چون که فعل با وایل شروع میشه، پس ژ ما تبدیل میشه به ژ اپوستروف. یعنی به جای که به این صورت بنویسیدش، او رو حذف می کنید و یه اپوستروف به جاش میذارید. ضمیر برای شخص اول ما بود او که خونده نمیشه، ا ای صدای ا میده. جم، جم من دوست دارم. جم، تو ام، تو ام که ضمیرش او اس بود برای تو، تو دوست داری. ایل ام، ایل ام او دوست دارد، او مذکر. ال ام، ال ام
اوه مؤنث دوست دارد. اونم، اونم، ما دوست داریم. نو زمو، نو زمو. اینجا اس ما بین دو تا وایل قرار گرفته. من اینو براتون آبی میکنم. ببینید اینجا یه یو دارید یه ا دارید، در نتیجه صدای اس ما اینجا تبدیل میشه به ز. نو زمو. ا با ای صدای ا میده و با ان صدای اون میده. نو زمو. وو زمه. ا با ز صدای ا میده، ا با ای صدای ا میده. امه اس ما بین دو تا وایل قرار گرفته، صدای ز میده. ووزمه، شما دوست دارید. شما به معنی محترمانه که میخواین، مثل زبان فارسی که به جای تو میگید شما برای محترمانه، یا شما به معنی دو نفر به بالا. ایل زم، آنهای مذکر دوست دارند. ال زم، آنهای مؤنث دوست دارند. خب دقت کنید که اینجا ام 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 همشون مثل همه، فقط اینجا میگید امو امه. جم، تو ام، ایل ام، ال ام، اون ام، نوزمو، ووزمه، ایلزم، الزم. این فعل دوست داشتن. و فعل بعدی ما فعل پرفره. پرفره به معنی ترجیح دادن. je préfère، من ترجیح میدم. tu préfères، تو ترجیح میدی. دقت کنید که وقتی که روی ا اکسان هست گفتیم صدای ا میده، درسته؟ je pré، باید که پ با اق با هم دیگه میاد. پ préfère، préfère. tu préfères. il préfère. elle préfère. on préfère. nous préférons. nous préférons. vous préférez. vous préférez. il préfère. elle préfère. که میشه فعل ترجیح دادن. حالا مثلا چی؟ اجازه بدید بریم توی ویدیو بعدی، من یه بخش گرامر دیگه رو با تون کار بکنم، بعد میریم سر جمله بندی که چطوری فعل امه و پرفره رو توی جملات استفاده کنیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.